سلام بچه ها، من خوتن هستم. این هفته توی اینستاگرام کلن داشت میدید همه این ریمیکسر رو برداشته بودن، باهاش یه ویدیوی درست کردن و ابتکارهای آنچنانی به خرج دادن. داره میریزه از آسمون ستاره ملک گیریزه، با خدا رو شما نمک گیریزه. داره میریزه، داره میریزه، داره میریزه. خبر اومده زنده زبیده، مبارک یه قدم نو رسیده. اومده زنده زبیده، مبارک یه قدم نو رسیده. مهمونیه چرا زونیه، مهمونیه چرا زونیه. نمیدونن قضیه چیه، یه زمانی یه آقای نایگر خونده بوده، همه میدونن. بعد همه حالا الان یه آقای مداحی هم مثل اینکه برش اینو نوآوری کرده و این وسط هم یکی برداشته اینو ریمیکس کرده، یه خلاصه اینستاگرام هم پر شد دیگه. همه باش ویدیو ساختن و هی رو این ویدیو رو اون ویدیو گذاشتن و خلاقیت به خرج داد. حالا از همه این مسائل بگذریم، بریم سراغ همین دوستای خزخیل خودمون. اون دوستای مهربون من، بفرمایید. بسم الله. چی فکر کردی؟ فکر کردی الان مثلا بیا اینجوری کثیف جلو دوربین غذا بخوری واسه مردم جذابه؟ خب چه کاریه؟ من اصلا نمیدونم جدیدن چه فازیه که همه جا مود شده. یه دخترم هست که خیلی ازش بدم میاد، تو اینستاگرام بلاکش کردم که نبینم حتی تو اکسپلور. اینا میان کثیف جلو دوربین غذا میخورن، کلی هم فالوور میگیرن. من موندم حالا به نظر من هیچ چیز جذابی نداره که بیاد کثیف جلو دوربین غذا بخوره. حتی اگه بیاد تمیزم جلو دوربین غذا بخوره بازم جذابیت برام نداره. به هر حال اونایی که اینا رو فالو کردن فازشون چیه؟ فقط من حالا که اون بسم الله اولت شدم. انقدر پروتز و فلان و ژل زده به لباش دیگه بسته نمیشه اینجوری مونده. بعد اومده بیرون تست کنه میده باد میاد یا نمیاد، که مبادا الان توی باد بره بیرون باد ببرتش مثل باد کنه. لوچوش هم میکنه دوباره میره تو در رو میبره. فکر کنم فیلم بردار خواسته یه همچین ویدیوی ازش در بیاره ولی نتونست. کامپوزیت کردم، کامپوزیتشون واقعا حرفه‌ای و جنسش عالیه، سفیدش هم خیلی خوشگله. خوشگل‌تر از قبلتان شدی؟ مرسی دکتر جان. آیدیش رو زیر تگ میکنم، حتما تشریف بیارین و مردم خوشگلتون مرسی. حالا یه کامپوزیت آقای دکتر برات کرده دیگه، چقدر صمیمی شدی باهاش، لمینت میکرد چی کار میکردی؟ من موندم این دکترهای مملکت ما به کجا رسیدن که وملا اینا رو میارن براشون تبلیغ کنه. بابا خیر سر قدیما ما میدیدیم دکترها ابهتی داشتن، کلاسی داشتن، نمیدونم بروبیایی داشتن، یعنی الان برمیدارن شاخهای مجازی رو میارن براشون تبلیغ کنه. جای تأسف داره بابا. البته یه چیزی هم هست، دکتر محرمه میادم تو دنیای من. سلامی به گرمای دلیل ما سلام دورتون بگن همین بهتره. آقا بیا یه دقیقه عقب. مش میره جوله دور بیل بابا بیل. آقا تحصیلات نداری؟ هیچی نداری؟ نه دیپلم نه لیسانس هیچی؟ میخوای بری مهاجرت کنی جای دیگه؟ میخوای بری استخدام شی؟ مدرک نداری؟ بهت زن نمیدن؟ میخوای مدرک معتبر دانشگاه آزاد داشته باشی؟ میخوای راحت مهاجرت کنی؟ بابا من الان فوق لیسانس دارم. خب آقا مدرک دانشگاهی رو بهت معرفی میکنم، کارش نمبر وانه. مدرک معتبر بگیر، هم زن تو بگیر، هم برو مهاجرت کن،
هم برو یه جای نامبر وان استخدام شو. ببین مدرک خوب بهت میده، معتبر دانشگاه هست تو هر رشته ای که بخوای، برو تو مدرک دانشگاه. الان من هیچ کاری با این ادا اطفار و حرف زدن مسخرهشون و این رژ لب حومه دختره و هیچی ندارم. من فقط الان کوب کردم که واقعا ندارن مدرک فیک تبلیغ میکنن. این قشنگ لیست عادیه دیگه، طرف یه پیجم رو اینستاگرام داره مدرک فیک میزنه واسه ملت. یعنی الان نرماله، هیچکی نمیاد بگیرتشون پیجشون رو ببنده. یه چیز دیگرم بگم خواهر عزیزم، قیافه‌ای که تو داشتی دقیقا من ویدیو شما رو ببینم هم شکلی میشم. آره دیگه مدرک جعلی هم باید بگیریم دیگه، اون بچه های همون نسلی هستیم که قلمچی میگو معلم رو به خانه ببریم. سلام دوستان، امروز میخوام یکی از معتبرترین فروشگاه های اسپورت رو بهتون معرفی کنم. کاراشون خیلی شیک و با کیفیت و متنوع، قیمتاشون که خیلی عالیه. فکرشون کنید که 39 تومن قیمتاشون شیک میشه. من خودم ازشون خرید میکنم، پرداختش در به منظر با خیال راحتی که خرید کنید و استفاده کنید. تازه اگه خوشتون هم نیاد از چیزی که خریدی که بعید میدونم، همه اجناسشون گارانتی تعویض و مرجوعی دارن. پیجشون ایزی تن کردم، کاراش کنید به فالو کنید. میخوام بدونم واقعا این با این قیافه میره تو خیابون؟ نه واقعا با این قیافه میره تو خیابون؟ من باورم نمیشه، همش علکیه. مگه میشه این با این قیافه چجوری رفته تو خیابون؟ به مردم چرا عادی از بغلش رد میشن؟ من همین الان ویدیو رو دیدم داشتم سکته ناقص میزدم. بعد الان این حالت نرمالشه ها، چون میخواد مسخره بازی در بیاره، چهار دست و پا راه میره، جیغ میزنه، نمیدونم جن میشه، جادوگر میشه. یعنی الان مسخره بازی هم در نمیاره، یعنی حالت عادی همین شکلی میره بیرون. بعد از روز اولی که من از این ویدیو دیدم، نمیدونم چند سال گذشته، هنوز دماغشو چسب میزنه. نمیدونم دماغ نداره، خوب نمیشه، هی عمل میکنه، نمیدونم. تبریک تولد بابا، باز کن درو، باز کن، من میخوام تبریک بگم، تبریک تولد بگم. ای بابا یا گفتم تبریک تولد کی حالا ما داریم خودمونو میکشیم؟ نمیدونی؟ نه آخه شینم تا بدونی خیلی نامردی. تبریک میخوایم بگیم تولد خانم دکتر پریا اخوان. به به خانم دکتر مبارکه باشه. از طرف کی؟ دوستاشون یگانه ملیکا محشی. به 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 خدا حفظشون کنه. خانم دکتر شما 120 ساله بشی، مثل پیشی خوشمل بشی. دوستاتون گفتن خانم دکتر تولد تو تبریک بگید، خدا شانس بده. باز کن. ای من حالا این دفعه من میخوام تبریک. نه Ask my accountant about that. فقط من کشته مرده خلاقیتی هم که تو سناریوی تبریک تولدشون به خرج دادن. یعنی مطمئنن نشستن یه هفته فکر کردن چیکار کنیم، چه سناریویی بنویسیم براش که حالا الان به ذهنشون رسیده که من در سوار اتوبوس میشم در و وانه میکنه تو نمیذاری بیاییم تبریک تولد بریم. آفرین. عبال زهری جانم، تو چرا اینقدر خوشگل جذابی؟ مرسی عشقم، فدات بشم من، عزیز دلمی. A little bit spicy. Spicy. بوس نکن تو اینجوری بوس میکنی. چه روزی میام بهت میگن که عفت عمومی رو خدشه‌دار کردی ها، بعد میگن باید معجبه بشی ها. نکن دیگه تو اینستاگرام از این کارا نکن. باورتون میشه؟ باورتون نمیشه. باورتون میشه؟ نه باورتون نمیشه که اینستا بدون ما هیچ لطفی نداره. باورمون میشه. ای قبلا توی یه ویدیو بهتون گفته بودم اینستا یه کلمه اصفهانیه، یعنی این هست. این میگه اینیستا، این هم باز یه کلمه اصفهانیه به معنی این نیست. بابا خب حالا برید یه دوتا ترنسلیت بزنید بشنید ببینید تلفظش چجوریه که دارید نونتون رو ازش در میارید، درست تلفظش کنید. هم دقیقا بعد من بودم این چجوری ابروشو اینجوری پاشته بلند کرده، اصلا هر جوری حساب کنی حالت عادی آدم اینجوری نیست. فکر کنم این پسر علاقه خیلی زیادی به آسکی داره. آقا دیگه حرفی ندارم. هیچ حرفی. تو این کلیپ هیچ حرفی نیست، عمله. تعریف
برای اونایی که میگفتن نمیخوریم، میخوریم خیلی قشنگ و مشتی و روده شروع کنم میخوریم رفقا. اما خب خیلی هاتونم قبول نهاریم، عقل میدم بهتون، چون نمیرسه به این ترکیبی همون ترکیبی مون مون. اما دشواری نداره، دشواری نداره، دشواری نداره. بودو خودره بچه نمیریزی رو من نمیریزم رو باشه احساس کنم بخوای بریزی بخور خودره بچه خودره بچه شیشه خوشیه بچه خودره بچه یعنی اینا رو میبینم قشنگ حالت تعوا میگیرم. آخه من نمیدونم یه جوری حرف میزنه در مورد که وقت عمله کسایی که نمیدونم فلان نمیرسن بهش، انگار داره مثلا الان هسته اتم میشکافه. بابا چهار تا آشغال پاشغال داره قاطی میکنی با هم میکنی حال ملت رو به هم بزنی دیگه، دیگه اینقدر جو دادن نداره. من موندم دخترهایی که با اینن الان مثلا این دختر حالش به هم نمیخوره، چی کسافت کاریایی که اینا میکنن. حالا ما باشیم دو تا چیزی که با هم نسازه رو بخوریم سریع به فنا میریم، یه هفته میفتیم بیمارستان، هیچیش نمیشه. لام هستم تو دلم جاری نداری، این همه درد سر فایده نداره دیگه. تو دلم جایی نداری، دیوونه دیوونه که دلش حد را میره میمونه میمونه تا که از را در میره. کی دلش رو برای این بچه رو ناراحت کرده آخه؟ ای نشسته یه گوشه داره آهنگ غمگین میخونه، چجوری دلتون اومد اینو ناراحت کنیم؟ باید آرام برقصم و شادیم دورین دورین، نکنید دیگه این کارا رو با این بچه. من فقط داره دلم برای سگه میسوزه، یه جوری عاقلن در صفی نگاه میکنه میگه قرار نبود اینجوری بشه، قرار نبود مامان من اینجوری باشه، من یه همچین مامانی نمیخواستم، خدایا منو نجات بده، کمک. اومده همه یه مشروب و مزه و فلان چیده جلو دوربین، من چقدر خفنم، من دارم مشروب میخورم. و شیشه نگه دار تو ویدیوهای بعدی دور ازش استفاده کنی به دردت بخور. چیکار میکنی؟ چه خبره؟ صدام گرفته مادم جلو دوری میسدم درست کنم. آخه اونه یکی خفن معرفی کنم به بچه ها. های گایز جستن، ما میتونه های گایز بگو. های گایز جستن بعد چیه فرین؟ نمانم یه پیش خیلی خفن رو به تو معرفی بکنم. کلینیک که ستپنزا بهترین کلینیک که توی بلوار اندرسکو، از اسمش هم که مشخصه خیلی کلینیک خفنیه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما سر بزنید. خدمات زیبایی خیلی زیاد و فوق‌العاده‌ای داره که یکیش رو میخوام بهتون بگم. یه پکیج داره که لیزر فول بادی به اضافه یه میکروجرم رایگان فقط 550 تومن، یعنی قیمتش خیلی خوبه. پکیج های دیگه هم داره که میتونید برید تو پیجش دیره ببینید، قیمتش رو خیلی نیپایینه، برید سر بزنید. دوستتون دارم. فول بادی چیه؟ فول بادی من همیشه برام سوال بود که مامان بابای اینا کیان، چیزی بهشون نمیگن، کاری ندارن، میگن جواب سوالم گرفت. ممنونم ازتون که این ویدیو رو دیدید. اگه ویدیو اینجوری توی اینستاگرام دیدید من حتما منشن کنید، پیشا پیش از اقوام، دوستان، آشنایان و فنهای این دوستای عزیز که توی این ویدیو بودن معذرت خواهی میکنم که تو پیج منم هستند، چون اکثرا میان کامنت های خیلی زیبا برام میذارن.
خودتون ناراحت نکنید، فقط شوخیه. سابسکرایب فرمایید، نشه تا ویدیو دیگه. خدافظ.